بچه سلام، احوالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر که هممون خوبیم، سلامتیم، در صحت و سلامتی کامل به سر می‌بریم و داریم لذت می‌بریم از زنبورداری، کشاورزی که داریم، زنبورداری که داریم، داریم عشق می‌کنیم. همراه شما بچه ها، نظرهای شما فوق‌العاده است. تو یوتیوب ما رو اصلا دیوونه می‌کنه، انقدر که این نظرها عالیه. یه سری دوستان میان توی اینستاگرام من پیام میدن، تشکر میکنم، من از همهشون ممنونم به خاطر این همه انرژی که دارن. دم همگی گرم. بچه امروز میخوام درباره یه موضوعی که خیلی پرتکراره صحبت کنم. بچه ها میگن که کندوی ما میریم در کندو رو مثلا باز میکنیم، کلونی رو باز میکنیم، نیش میزنن و چیکار کنیم که این درصد نیش زدن و تهاجمی بودن زنبورامون بیاد پایین. بچه ها اولین چیزی که توی نیش زدن خیلی شرطه، بذار از عواملش رو بگم. یکی اولین چیز نیش زدن اینه که زنبور نژادشه. نژادهای بومی ما یه مقدار نیستنن، یه ذره تهاجمی ترن، برای همون نیش میزنن، یه ذره بیشتر میخوان خودشون دفاع کنن، برای همون نیش میزنن. اگه نژادهای دیگه بهگزینی کنین و نژادهای دیگه داشته باشین کمتر نیش میزنن. دومین موضوع شهد منطقه است. اگه شهد منطقتون تموم شده باشه و شهد کم شده باشه توی طبیعت، قبلا شهد داشته باشه الان کمتر شده باشه، قطعا نیش زدن زنبور زیاد میشه، عصبی تر میشه، چون زنبورای صحرا رو زیاد نمیتونن بیرون برن، میرن خبری نیست، برمیگردن، برای همین توی کندو تجمع میکنن، برای همین صحرا نیشتن میشه. سومین مسئله رفتار خود زنبورداره. بچه ها شما مثل ملکه زنبور اثر، مثل تمام زنبور رو یه فرمونی از بدنتون ترشح میکنین که زنبور رو میفهمن. شما وقتی با ترس، با دلهوره، با نگرانی میرین سمت زنبور رو، قطعا زنبور رو میفهمن این موضوع رو، چون فرمونی که از بدن ما ترشح میشه از بویی که حس میکنن از ما و اونها رو وحشی میکنه و ترس، مثلا ترس رو کامل متوجه میشن و به سمت شما حمله میکنن. مثل سگی که مثال میزنن وقتی میترسی میگیرتت. همین سیستم توی زنبورم کاملا مشهوده. ولی این سومین دلیلی گفتم رفتار زنبور خیلی مهمه. یکی از چیزایی که میتونه زنبور رو آروم کنه این دودیه. جورج ما امروز سرحاله، خدا رو شکر. شما حتماً موقع رفتن سر کندوهاتون باید یک دودی خوب داشته باشین، یک دودی که دود بده و از چوب استفاده کنین. من چوب مراکبات استفاده میکنم، شما هر چوب استفاده میکنین، کاغذ، کارتون، هرچی، یه دود بده که بتونه زنبورا رو آروم کنه. دود میتونه فرمونای ملکه، فرمونای زنبورا رو از بین ببره، خونسا کنه و هم دود برای داخل کندو خوبه، هم ضد عفونی میکنه، هم باعث میشه آروم بشه. رفتار زنبوردار، میخواستم اینو بگم. بچه شما باید با زنبور آروم رفتار کنید. نباید بیش از حد قاب ها رو باز و بسته کنید. من مثلا زنبور بچهای زنبورداری میدونم که مثلا تازه اومدن تو این کار، عشق زنبورداری دارن. میان مثلا سری کندور، هر روز میره کندور چک میکنه. آقا هر روز 10 تا قاب باز میکنه، نگاه میکنه. آقا احتیاجی نداره. شما کافیه تو خود روز تو کندو ببینید، تموم شد. یعنی که کندو سالمه. بعدش بچه‌هایی که میخوان تازه وارد این کار بشن، میخوام اینو بهشون بگم. بچه‌ها وقتی قبل از اینکه در کندو رو بخواید باز کنین، اینو من میگم نگوش بدین، وقتی که قبل از اینکه در کندو رو باز کنین این حرکت رو انجام بدین. نگاه کنین، آپایمر از نشون بده بچه‌ها این حرکت انجام بدین. یه دودی رو میگیرین، یه دو سه بار دود داخل کندو میزنین. این باعث میشه که کندو فرمولاش از بین بره و خنسا بشه و کندو آروم بشه. همین، این یکی از روش‌های آروم شدن زنبوراست. خیلی مخلصیم رفتار زنبورا. ما بچه‌ها ویدئوی ما رو نگاه می‌کنیم، من تا حالا نشده مثلا بیام سر کندو فیلم نگیرم برای بچه‌ها. یه کار تکراری بوده که ویدئو نگرفتم. نگاه کنیم من خیلی آروم آهسته، نگاه کنیم همیشه دستم روخته، همیشه شربورک پامه. هیچ وقتم خودم اونجوری نمی‌پوشونم که بخوام نیش بزنم. به صورتم اونجوری می‌کنم که یه وقت مثلا صورتم میرم بیرون، یه وقت مثلا نیش بزنه باد کنه بد نشه. برای همین اصلا احتیاجی نداره شما مثل ما با تومنینه، با آرامش کامل زنبوره رقابا رو یکی یکی جدا کنین. اگه میخواییم ببینین خیلی با آرامش انجام بدین، از دودی استفاده کنین، دودی حتما در همراهتون باشه، آماده بزنین، همیشه زنبوره آرومه. خیلی مخلصیم، ایشالا که استفاده کنین، لذتش رو ببرین. ما خیلی دوستتون داریم، شما خیلی عالی هستین.
دکمه مشترک شدن، سابسکرایب، لایک، کامنت، شیر برای بچهای دیگه بگین بفرستین تا بتونیم ما این علم خوشگل و این علم زیبا رو به همه نشون بدیم. خیلی دوستتون داریم. یا علی.